با تقدیم سلام مجدد بینده گرامی، در این بخش صحبتی که داریم بیشتر در رابطه با اوضای شهر زیبایی است به نام تورنتو. و مربوط به ماهایی که در تورنتو زندگی میکنیم. بعد از مدت ها انتظار، بالاخره یکی از رویاهای هموطنان ما به حقیقت پیوست و تیم ورزشی ما متشکل از سربازان معلول و معیوب ماست که در سنگرهای دفاع از نوامیس ملی ما زخم برداشتند و بخشی از بدن خود از دست دادند، اشتاق کردند. اما تنان ما خوش بودند، خوش هستند و خوش خود بودند. بسیار آرزومندی بود که در روز استقبال از اینا تعداد کثیری از هموطنان ما سهم بگیرند و بعد از او تا پیش از آغاز مسابقات یا آغاز پارالمپیک هموطنان ما دوست داشتند که از این قهرمانان خود بشنوند، چون قهرمانان ما قصه های جالب دارن که هر هموطن ما دوست داره او قصه ها رو بشنوه. این ورزشکاران عزیز ما پیام‌آوران صلح هستند. از یک طرف اینا بر صلح وحدت و یک پارچگی پیام داره و از جانب هر کدام قصه های دارن از مبارزاتشان، از جانفشانی هایشان، از قربانی هایشان که چطور در سنگرهای داغ در برابر دشمنان سوگند خوردی مردم افغانستان اینا قرار گرفتن، چسان مردانوار از سرزمین خود و از ناموس ملی خود دفاع کردن، خون دادند و سنگر به دشمن ندادند، بخشی از بدن خود از دست دادند ولی تفنگ از دست ندادند و شعارشان هم همین بود: یا مرگ یا سنگر. پس این عزیزان هر کدام قصه های دارند، داستان های دارند برای آموختن و برای شنیدن، آموختن برای نسل جوان ما که ببینن جوانان دلیر و شجاع ما چگونه در سنگرهای داغ از وطن و مردم خود دفاع میکنن. چشم دیدهای از اونا برای جوانان ما درس است، آموختنی تا احساس بیشتر در این جوانان ما تولید شود و جوانان ما که در غرب و اروپا هستند بیشتر علاقمند به فردای وطن و مردم خود شوند. این بخش امیدواری برای ما اونقدر زیاد مساعد نشد. دیروز برای ادای احترام به عزیزانی که فاتحه داری داشتن در مسجد شریف امت نبی رفتم. بعد از ختم فاتحه تعدادی از هموطنان به شما آمدن و گله کردن که چرا ما قبلا آگاهی نداشتیم که می رفتیم به میدان هوایی تورنتو و این عزیزان خود بالای شانه های خود بلند می کردیم و با افتخار بلند می کردیم و می آوردیمشان به سرویس. چرا از محل بود و باششان برای ما اطلاع نرسانی نشد؟ چرا از مسابقاتشان ما
اطلاع رسانی نکردیم. حرفای عدم این قبیل. من بیندای برامی جواب خدا برای هیم وطنان خود دادم، دادم که نه تنها من بلکه رسانه های تورنتو اصلا در جریان مسائل قرار داده نشدن. رتا جلسه قبل ازی گرفته شده بوده که آقای عزیز امیری تقاضای جلسه را کرده بود که تا کنون مشخص نیست که آقای عزیز امیری از آدرس خودی کار کردن و یا کسی به اونا وظیفه سپرده بودن. در اون جلسه هم تعدادی از دوستایی که خود آقای امیری خواسته بودن دعوت شده بود و تصمیم گیری کردن و از نماینده رسانه ها هیچ کسی حضور نداشت. پس اونا خودشان در اینجا تصمیم گرفتن که چه قسم از این سربازان ما استقبال صورت بگیره که ها در میدان باشن که ها نباشن، که من هم خودم در همراهی یونس جان حفیظی و آیس بشیر شبیر الکوزای البته ما رفتیم به میدان و گزارش را تهیه کردیم. صورت ما بود. بعد از اون ما تقاضا کردیم که ورزشکاران ما برن به هتل خود. امشب یا فردا شب ما رسانه های تورنتو را که هست حتمی که این کنفرانس مطبوعاتی داشته باشن تا هم وطنان ما بیشتر بفهمن. ساده تری بین دایی گرامی که از میدان هوایی تا کنون هیچ میدیای افغانی دیگه در جریان قرار داده نشده. ما در روزی که افتتاح مجلس هم از هیچ رسانی که در تورنتو فعالیت دارن دعوت صورت نگرفت. لسای تهیه شده بوده که چه کسانی را به این مراسم افتتاح دعوت کنیم. جناب قنسلگری تورنتو در صحبتی که داشتیم میگن که خانم سفیر وقتی که ده یعنی نامه از سفارت افغانستان برشان آمده که 15 نفر این تعیین کردن که این 15 نفر در روز افتتاح باشه، که 2 نفر هم از قنسلگری بوده که یکی خانم جمیل امان و دوم هم شخصی به نام کریمه جاوید کریمی. سفارت افغانستان تماس گرفتیم، اونا حاضر پیدا نشد کسی که ما امروز با اونا صحبت کنیم. ولی قبلا وقتی که ما در رابطه با ایلس از اونا سوال کردیم گفتن که خانمشن کیکروخیل وقتی که در کابل بودن لست بر از اونا روان کردن و لست اینا و تورنتو روان کردن. خلاصه بنده گرامی وقتی که لست و لست بازی میشه در اینجا سر و صدای هموطنان ما بلند میشه. هیچ کس حاضر نیست که بگه که کی دعوت کرده. جلسه اول را که آقای امیری راندازی کردن که ها از اونا خواهش کردن که جلسه را برگزار کنن و چرا این جلسه تمام نهادهای افغانی در اونجا خواسته نشد، رسانه ها خواسته نشد، چرا یک چاپای نفرش نشستن و یک تصمیم ملی را گرفتن که هیچ وقت نمایندگی از افغان ها نمی کنن. بعضی ادعا کردن که آقای فرمولی جلسه اوله راه اندازی کرده بود که آقای فرمولی هم این مسئله را رد کردن و گفتن که فقط آقای امیری گفتن که ما در اتحادیه افغان ها میاییم. در ارتباطی که قنسلگری داشت، قنسلگری از چندین افغان ما عکس و لایسنسیاشن خواستن و در روز افتتاح از اینا خبری نبود. جالب است که در روز افتتاح کسانی در کنار خانم سفیر قرار میگیرن که 1-2 سال از آمدنشان نمیشه. این نقش اصطلاح در جامعه تورنتو ندارن.
در هیچ محفل و مجلس اینا حضور فعال نداشتن، در هیچ کار که در تورنتو صورت گرفته اینا نقش نداشتن، اما در حوض بسیار مردم اینا در صفحه اول قرار میگه. مشخص است که اینا را خانم کروخیل دعوت کردن و یا کسان دیگه را که دیده میشه، مشخص است که یا تیم کنسولگری دعوت کرده، آقای جاوید کریمی مطابق میل خاص خود جوانانی که با اونا دوست داشتن مثلا تیم مطبوعاتی و اینا خودم. اینجاست که بنای گرامی مسئله بخاطر یاد کردم که در همین زمان مشکلات را هم متوجه پیوستون ساختند که پیوستون در اینجا نقش داشت. جوانان پیوستون آقای شابستان زی که زیادترین فعالیت کرد، تلاش زیاد کرد، در روز آخر نام از اونا هم در لست نبود، اما کسانی نامشون در لست بود که هیچ کاری در تورنتو به صورت کار مسمی را انجام ندادن، شاید کارهای ضد منافع ملی هم انجام داده باشن. که آقای شهاب از خانم کروخیل پرسان میکنه که آقای خانم کروخیل این چی ترکیب است که شما ساختین؟ کسانی در تورنتو سالها کار کرده زحمت میکشه اینا نیست و شما کسایی را خواستین که در تورنتو حضور نداره. این یک مراسم شین خوری یا خوشی اعضای کنسولگری یا سفارت افغانستان در کانادا نبود که اینا مطابق میل خود کسایی را بخواهیم که این نقش در جامعه تورنتو ندارن، مخصوصا ورزش و این تورنمنت کار رسانه های افغانی بود، رسانه هایی که در تورنتو 30 سال از مطرح است، نه جوانی که مثلا یکی دو سال میکروفونی بدست گرفتن. پس در یک کار ملی، کاری که یک جامعه که حداقل 100,000 افغان زندگی میکنه، 5 نفر نمیتونه که سرنوشت از اینا رو تعیین کنه، 5 نفر در خفا نمیتونه که با هم بشینن به خاطر از اینکه سفارت موازی رو در تورنتو ساختن اینا برای مردم راه رو نشون بدن. اصلا دین دیگرامی من نمیخوام در مسائل تورنتو در تلویزیون جهانی امید 24 صحبت کنم، اما این مشکلات روز به روز چون زیاد میشن مجبور شدم من امروز بیشتر صحبت کنم. و من یقین دارم که این مشکلات در هر کجای که افغانان ما هست و این سفارتخانه و کنسولگری ها هست این مشکلات وجود داره. خوب است در تمام جای هموطنان ما متوجه شدن. وقتی من تمام این صحبت ها را با هم دیگر پیوست کردم، در اینجا میبینم که بندای گرامی تیم کاروان ورزشی معلولین و معیوبین ما اینجا قید ساخته شده میرن. او استقبال را که باید هموطنان ما در تورنتو زنو میکرد، او استقبال برایشان موقع داده نشد. چه دستا اینجا کار میکنن؟ همین دستا در هر کشوری کار میکنن، چون من در فیسبوک میخوانم زد و بندهای سیاسی که بین سفارت افغانستان و کنسولگری تورنتوس یکی از عوامل است که باعث شده که تعدادی را از اندگر جدا و بدبین بسازن. حتی از کنسولگری سوال میکنی که نظر اتحاد در این رابطه چیست، ما خبر ندهیم، سفارت برای ما داده. وقتی سفارت میگین که برادر اینی کنسولگری میگه که شما این کار کردین، سفارت میگه که نه ما نکردیم، کنسولگری کردن. وقتی اردوی از یاره کنار بانیم میبینیم که چند هموطنی که رابطه مستقیم با خانو کروخیل دارن اینا برای ما اساس گذاری میکنن یا طرح گذاری میکنن میتن و پلان میتن. چرا تا کنی سوال است که آقای زمیری کی مذف سا؟ آقای زمیری مثلا جلسه اول گرفت و این جلسه بنام آقای فرمولی تمام شد و در حال آقای فرمولی نبود، کی سا؟ جلسه که بروز شنبه در اتحادیت های شد به نوبر دعوت آقای فرمولی بود. در این جلسه تصمیم گرفته شد که باید استقبال گرم از ورزشکاران ما صورت بگیرن. تا فعلا ورزشکاران ما در یک حقی محدود است، ایج رسانه ها با اونا دسترسی ندارد، ایج رسانه ها برشان اطلاع رسانی نشده. یه تلویزیون ها هست، 4 تلویزیون داری با تنها تلویزیون دوست بسیار عزیزم اینا جان چی نیست اینجا؟ مطرح نیست که تیم فقط اینجا کار کرده، میگه که تیم کلش آقای جاوید کریمی از کنسولگری خواب کرده که سر کل رسانه ها خط کشیدن. یه بود رسانه ها اطلاع رسانی میکردن، هر تلویزیون بیننده خود داره، مجله نایاب
18 سال در اینجا فعالیت میکنه. افغان رساله در اینجا چند سال است، 20 سال است که فعالیت داره. زرنگار در اینجا فعالیت داره، پیوسته در اینجا کار میکنه. فعلا مثلا جوانان از اینا واقعا تلاش داره. جوانان از اینا خودشان فنیدن کردن، نوپای تلفون با سیم کارت بردن برای از اینا عدیه دادن، توفه دادن که برادر اگر مشکلات داری نفر کنین. اما در بخش تارسانی یه محدود میشه. تمام این نشرات که در تورنتو هست، تمام خانواده رسانه یک طرف قرار داده میشه. یک تیم خاصه که معلوم نیست که آقای امیری انتخاب کرده، دنرا کنسولگری انتخاب کرده یا سفارت انتخاب کرده. نه که اون تارسانی درسته ندارن که همتنان ما با خبر شدن. پس اینا از محسیت و ارزش ورزشکاران ما میخواین که با روی حیثیت از اونا بازی کنن. این مسئله ملیسی ورزشکار ما نه به تلویزیون جهانی امید 24 تعلق داره، نه به کنسولگری، نه به پیوستون، نه به اتحادیه، نه به اونا، نه به ملت خود تعلق داره. اینا ملت از یک تیم ورزشی که آرزو دارن اینو دور ساختن. پس این دستار باید ما شناسایی کنیم، این دستار باید ما قطع کنیم. پیش از اینکه من ادامه‌تون در اینجا پاسخگوی سفارت است، کنسولگری است و سفارت موازی. در سفارت موازی دوست بسیار خوب ماست که آقای شاپور احمدی است. در تمام کارها اینا نقش دارن. کمی دارستن موقف از اینا در تورنتو مشخص شده که اینا از کدام آدرس همیش کارهایی که مثلا بعض موارد سفر و وزرا اینا می هیچ کس خبر ندارن. آقای احمدی اینا را تایید تنظیم میکنن تا کنسولگری خبر نداره و بالاخره کنسولگری میان آقای احمد دعوت میکنه. این سفارت های موازی باید از بین برن و تنها رابطه مردم با کنسولگری و با سفارت نهادها باشه، چه رفاقت های شخصی. اینجا کار شخصی نیست خانم کرخیل. مثلا اینجا مغازه باز نکردن، تجارتخانی ندارن که اینا بین یک نماینده تعیین کنن که نماینده فروش ما در تورنتو، در کلگری، در اونجا. این سفارت مغازه است که باید از بین برن. در جلسه دوم که تعداد نسبتاً بیشتر مثلا تنات تلویزیون امید 24 دعوت شده بود و از سی سی دوست ما طارق جان فهیمی و آقای جان باز اینا آمدن. در همین جا هم آقای طارق فهیمی گفتن که برادر ما نماینده اکثریت مردم تورنتو نیستیم، چرا از کل تقاضا نکردیم که باید تمام کسایی که در اینجا ولو یک تادی که 10 نفر 20 نفر هم از اینا بیان یک تصمیم ملی بگیرن. ما میتونستیم مثلا که از این قهرمانان خود در یک سیدی و بسیار کلان استقبال کنیم، هزارها هموطن ما بیاید در اینجا اونا رو از نزدیک ببینن اگر یک تصمیم متسجم باشه. ولی به هر حال باز هم هنوز مشخص نیست. در آخر هفته محفل استقبالی از اینا صورت میگیرن که امیدوارستیم هموطنان ما نشرات رو تعقیب کنن. تا هنوز برای ما کس اطلاعی رو نکرده و تا مسابقات هم با خبر نیستیم، تنها خود ما دیگه گرفتیم. برین قهرمانان واقعی تان از نزدیک ببینین، اونا را استقبال کنین، نیرو ببخشین. خیر اک فیلم قید هستن، ولی از این قید که آزاد شدن زمین ها مساعد شد شما با اونا خود کنین، پیامتان برسنین که شما واقعا آرزو داشتین که شب و روز در خدمتشان باشین، شب و روز اونا را خدمت کنین، ولی برای شما کسی موقعی نداد. اتهامات سر تلویزیون جهانی امید 24 در یک بخش بنامه زده پشتو و در یک بخش بنامه پیوستون میرم که در همین رابطه من خدمت بیندای گرامی خود برد میرسانم که دهینمی زد و بندها نه ما نقش داریم، نه پیوستون نقش داره، هیچ کدام نداره. فقط زد و بندهای سیاسی بین سفارت افغانستان و جنرال کنسولگری و سفارت موازی است که ما پیشنهاد میکنیم که مسئولین تمام رسانه‌ها و اتحادیه هموطن ما در تورنتو با هم بنشینن و از سفارت و کنسولگری را دوستایشان را بخواین و بر از اونا تفهیم کنن که برادر جامعه افغانی ما را قربانی سیاست های خام خود و زد و بند های خام خود نسازین. وقتی ما این کار کردیم یقین دارم که همین روش در امریکا است، همین روش در اروپا است، در هر کجاست، هموطنان ما میتونن بعد از این همین روش داشته باشن که اینا اساساً هیچ رابطه ما با جنرال کنسولگری و سفارت نداریم. نه ارتباطاتشون باید با دولت های مطبوعی که اصلا باشن، نه اینکه در بین جامعه افغانی بین ما چه کار داریم. پس اینجا باید یک خط مشخص شده ارتباطات
امی افغانی با سفارت با کنسولگری مشخص شد. ما تقاضا میکنیم از تمام دفاتر افغانی در تورنتو هر نهاد که تا یک نفر هستن تقاضا میکنیم که در جلسه که شاید تقاضا شد حضور به هم برسنن، خط خود با خط سفارت و کنسولگری جدا بسازن، بر از اونا هم وظایفشان مشخص بسازن، وظایف خود هم در قبال از اونا مشخص بسازن، تا در آینده ما جامعه ما قربانی زد و بندها نشه و اونا هم از افغانای ما استفاده نکنن و همین مسائل تضاد و بدبینی و یاره بیشتر از این در بین افغانای ما ادامه ندن. خب بیدایگرامی مشخص نیست که پر برنامه روز پنج شنبه یا جمعه است، ولی برنامه هست که از طرف کمیسیونی گرفته شده که هموطنان ما جمع شدن و به اطلاعتان رسانیده میشه، شاید یک سالونی گرفته شده، ولی من باز هنوزم پیشنهاد میکنم که اگر ما بتانیم یکی از استیدیوم ها رو بگیریم که برای 200-300 فقط ورزشکاران ما بین در بالا بشینن، هموطنان ما هست بین اونا رو از نزدیک ببینن، پیام خدا برسانن، حرف خدا با اونا بگوین و بعد از او موقع داده شود که کلگی بتانه قهرمان های ملی خدا نزدیک بینن. منتظر گزارشات بعدی باشین و ما این مسئله را تعقیب میکنیم، ادامه میتیم تا ما پیدا کنیم که واقعا چی دستان است که تورنتو را به جان هم انداخته، مسئله قومی را در اینجا دامن زده میرن، یکی را به نام قوم یکی را به نام زبان اینجا انداخته میرن و این مسئله داشته میره در فیسبوک انداخته میشه. ولی ما قبلا هم گفتیم در فیسبوک هم گفتیم که ما حداقل دانستیم در اینجا بیشتر از 35 سال زندگی داشته باشیم، زندگی آبرومند داشتیم، ما اختلافات سلیقوی داشتیم، ولی همیش کل ما یک جا بریم به استثنا یک دهی معدود و اینمی آرامش خودمون رو نمیخوایم از دست بدیم، اینمی اتفاق و اعتماد و بندگر خودم ما نمیخواییم از درست، نمیخواییم قربانی سیاست های نادرست یک دی محدود تازه وارد و یا قربانی سیاست های نادرست سفارت و جرار کنسولگری تورنتو شد. هر کجای که هستین شاد باشین و به جدول نگاه کنین، شما میتونین که فردا ورزشکارانتان در چهار پنج محلی که هستن پیدا کنین، برین مسابقات رو تماشا کنین و تشویق کنین ورزشکارانتان. یادتان باشه که ورزشکارانتان جدا از سیاست است و نباید اینا قربانی بازی های سیاسی همونطور که در افغانستان شدن در اینجا شوند. شما این اجازه رو به کس ندین، ورزشکارای شما به تک تک شما هموطنان عزیز ما تعلق دارد. او سربازی که رفته به دست خود از دست داده، او نرفته به نام یک منطقه در با مقابل دشمن جنگ نکرده، او رفته از نوامیس ملی من و تو دفاع کرده، خود قربانی داده. پس اجازه ندین ای دست ما را از محبت و عشق ما نسبت به ورزشکاران ما جدا بسازه. ما ورزشکاران عزیز خود سلام بگیم، آرزوی موفقیت در مسابقه فردا داریم برشان.